فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب استاد، خواهری در برنامه حجت و همچنین در برنامه آن رو سکه زنگ زده بودن که ایشون شوهرشون شیعه هست و ایشون سنی هستن و قبل از اینکه شبکه ها بیاد از مسائل شیعه و سنی اطلاعی نداشتن و الان میگن که من دچار سردرگمی هستم که چیکار بکنم و این هم اضافه کردن که شوهرشون یک شیعه متعصب هست و به همون شرکیات و کفریاتی که علمای رافضه به اصطلاح بهش اعتقاد دارن پایبنده، حتی میگن که منو مجبور میکنه که به زیارتگاه ها برم و طلب فرزند و این مسائل بکنم و این هم اشاره کردن که بچه دار نشدن و الحمدلله هم گفتن. از نظر شرعی یعنی حکم اصلی این است که به اصطلاح ازدواج یعنی منعقد می شود، نکاح بسته می شود میانه به اصطلاح شیعه و سنی، گرچه ما همیشه بارها توصیه می کنیم به خاطر این گونه مسائل و این مشکلات این ازدواج صورت نگیره، اما از نظر شرعی حکم جوازش که هست و تمام علما این به اصطلاح فتوا را دادن و اگر یعنی ایشون باید مقایسه بکنند که اگر واقعا زندگیشون بیگونه ای هست که شوهرشون واقعا اهل شرک و خرافات هست که در حد شرک هست و در حد کفر هستن و مجبورشون میکنه که خودشون به اصطلاح مرتکب شرک بشن، مجبور میشود که این دین خودش رو زیر پا بگذارد، پس بنابراین ادامه چنین زندگی به صلاح نیست. زندگی که باعث بشود که انسان از دین خودش بگذارد، از آیین و از توحید و یکتاپرستی بگذارد و در دایره شرک و خرافات و بدعات داخل بشود، چنین زندگی در واقع به صلاح نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین شرطی رو که برای ازدواج قرار دادن و توصیه کردن به اولیای در واقع دختر این است که اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه، اگر کسی اومد که دینش و اخلاقش مورد پسند شما بود، یعنی واقعا اخلاق داشت و اهل دین بود، اونو در واقع قبول بکنید به عنوان داماد خودتون و بپذیرید، جواب مثبت بهش بدید. اما اگر دینی نداشت، اخلاقی نداشت، یعنی این ازدواج از همون اول نباید سر بگیرد. و وقتی هم که سر گرفته و وقتی که شوهر پایبند احکام شرعی نیست یا مرتکب شرک می شود، در نظر شرعی اگر واقعا با اون اتمام حجت شده باشه، ادامه چنین زندگی در واقع مناسب هم نیست و جایز هم نیست که انسان ایمان خودش را به مخاطره بیانداز. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.